ویژن جیرسرایی سیاستمدار ایرانی تبار به پیشنهاد کریستیان لیندنر وزیر دارایی و رئیس حزب دموکرات آزاد آلمان به عنوان دبیرکل جدید این حزب معرفی شد جیرسرایی تا کنون سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب لیبرال در مجلس فدرال بوده وی در سالهای اخیر توجه زیادی به وضعیت حقوق بشر در ایران داشته و به این دلیل مورد توجه ایرانیان و ایرانی تباران آلمان قرار گرفته. به گزارش رادیو فرانسه، بیژن جیرسرایی روز دوشنبه 20 دسامبر برابر با 30 آذر ماه 1400 همراه با کریستیان لیندنر وزیر دارایی و رئیس حزب لیبرال دموکرات آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و به وسیله لیندنر به عنوان دبیرکل جدید حزب معرفی شد. سیاستمدار مدار 45 ساله ای ایرانی تبار جایگزین فولکر ویسینگ دبیرکل فعلی حزب خواهد شد. فولکر ویسینگ در دولت جدید آلمان وزارت حمل و نقل را به عهده گرفته. بیژن جیرسرایی تا کنون علاوه بر سخنگوی سیاست خارجی، رئیس گروه نمایندگان ایالت نورتراین وستفالن در مجلس فدرال بوده. انتخاب وی به عنوان دبیرکل جدید در کنگره حزب که در بهار سال آینده برگزار می شود رسمیت خواهد یافت. وی در عین حال که از سوی رئیس حزب پیشا پیش برای این مقام معرفی شده تا برگزاری کنگره دبیرکل موقت حزب خواهد بود. جیرسرایی راهکار خود در مجلس فدرال را سیاست خارجی سنجیده، سیاست امنیتی واقعا مشترک در اتحادیه اروپا و دیجیتالیزه کردن زیرساخت های حکومتی معرفی کرده. به گزارش شبکه نخست تلویزیون آلمان، دبیرکل جدید حزب لیبرال آلمان نقش تعیین کننده‌ای در تحکیم حزب در زمینه محتوای سیاسی آن ایفا خواهد کرد. رئیس حزب پس از پذیرش پست وزارت دارایی آلمان اعلام کرد در این مقام قصد دارد از سیاستهای حزبی فاصله بگیرد و این کار را به هیئت رئیسه و دبیرکل آن بسپارد معرفی جیرسرایی به این مناس که وزیر دارایی جدید آلمان به قدرت رهبری او باور دارد اتاق گفتگوی میدان آزادی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با فشار و تهدید وزارت اطلاعات رژیم اسلامی در ایران تعطیل شد. حسین رزاق از مؤسسان این اتاق مجازی در اتاق چرا کلاب میدان آزادی توقیف شد گفت در جریان بازجویی ها به او گفتند که در این اتاق در کلاب هاوس اعتراضات خیابانی را تئوریزه کرده و مردم را ترغیب به آمدن به خیابان کردند. او همچنین گفت وزارت اطلاعات به عدم فعالیت اتاق میدان آزادی هم قانع نیست و خواستار پاک کردن آن است کلاب شده. آخرین گفتگویی که در این اتاق مجازی برگزار شده مربوط به روز بازداشت رزاق با موضوع حصر رهبران جنبش سبز است و از آن زمان تا کنون این اتاق فعالیتی نداشته. امید معماریان از مؤسسان این اتاق نیز هفته جاری در توییتر شخصی خود اعلام کرده بود وزارت اطلاعات با بازجویی و تهدید ربانی و بازداشت حسین رزاق و تهدید به حکم زندان پنج سال گفته کلاب میدان آزادی باید تعطیل شود و تهدید کرده حتی اگر من کار کلاب را ادامه بدهم این دو دستگیر می شوند. ویدار عبانی دیگر مؤسس این اتاق در کلاب هاست هم در توییتر خود نوشته وزارت اطلاعات اعلام کرده در صورت نبستن این اتاق من و حسین رزاق تنها برای همین یک مورد به پنج سال زندان محکوم می شوید. خبر تعطیلی این اتاق مجازی پس از آن منتشر می شود که حسین رزاق در روز چهاردهم آذر در منزل شخصی خود در آمل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد او روز 24 آذر با تودی وسیقه دو میلیارد تومانی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل آزاد شد این اولین بار نیست که نهادهای امنیتی در رژیم اسلامی در ایران دست به سانسور شبکه اجتماعی کلاپ میزنند شهریور ماه هم نشست هفتگی اتاق جنبش سبز در کلاب هاوس با فشار وزارت اطلاعات تعطیل شد در شرایط کنونی کلاب به مهمترین شبکه اجتماعی تبدیل شده که قدرت تولید محتوا برای رسانه های فارسی در فرمی جدید را دارد و این خود بر اهمیت این شبکه افزوده با آنکه دادستان کل ایران اعلام کرده هنوز تصمیمی برای مسدودسازی کلاب هاست در ایران اتخاذ نشده در چندین جلسه کلاب هاست از جمله یک گفتگو با حضور محمد جواد ظریف و محمد جواد آذری جهرومی وزرای سابق خارجه و ارتباطات به خبرنگاران ایرانی خارج از کشور اجازه طرح سوال داده نشد و نگرانی از امکان بازداشت در داخل کشور نیز با شده کاربرانی که از داخل ایران در برخی جلسات شرکت می کنند تاکید کنند که به رعایت قوانین جمهوری اسلامی پایبند هستند. شماری از تحلیلگران از این نو سانسور به عنوان فیلترینگ هوشمند رژیم قاسب در ایران در این شبکه اجتماعی تلاش برای کنترل آن و در عین حال بهره برداری سیاسی از این ابزار نام میبرند. حسین مرعشی گفته روحانی میخواست استعفا بدهد ولی ای صلاح ندانسته بود روحانی استعفا بدهد مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه با خبرگزاری ها میگوید پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام حسن روحانی موضوع استعفایش را با خامنه ای رهبر ایران ترک کرده بود مرعشی در ادامه گفته شنیدم که روحانی هم با رهبری مطرح کرده بود اما رهبری در آن مقطع صلاح ندانسته بود پس از خروج آمریکا از برجام حسن روحانی در تیر ماه سال 97 اعلام کرد استعفا نمی کند و همه با هم در مقابل آمریکا مقاومت می کنیم. او گفته بود اگر کسی فکر می کند دولت استفا می دهد کنار می کشد یا میرود، اشتباه می کند. بعدتر در سالهای پایانی دوران ریاست جمهوری با تشدید مشکلات اقتصادی و سیاسی منتقدان و مخالفان بارها خواستار کنارگیری حسن روحانی شدند. در سال 98 نیز علی ربیعی سخنگوی وقت دولت ایران در واکنش به بعضی گزارشها درباره پیشنهاد طرحی برای کنارگیری حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران گفته بود به هیچ عنوان بحث استعفای رئیس جمهور مطرح نیست. و در انتهای یک خبر خارجی بشنوید. بریژیت ماکرون همسر رئیس جمهوری فرانسه در نظر دارد به دنبال پخش خبری جلی درباره هویتش در شبکه های اجتماعی به دستگاه قضایی این کشور شکایت کند. به گزارش رسانه های فرانسه، بریجیت مکرون طی هفته های گذشته هدف شماری از حسابهای های بوده که او را زنی تراجنسیتی معرفی می کرد. افراد تراجنسیتی به اشخاصی گفته می شود که هویت جنسیتی آنها با جنسیت انتصابیشان هنگام تولد متفاوت است در جریان پخش این خبر جلی علیه بانوی اول فرانسه از هشتگ ژان میشل ترونیو استفاده شد حساب های تویتری پخش کننده این خبر جلی با استفاده از این هشتگ مدعی شدند نام بریژیت مکرون پس از تولد ژان میشل نامی برای پسرها در زبان فرانسه بوده یکی دیگر از ادعاهای جلی مطرح شده علیه بریژیت این بوده که او مادر واقعی فرزندانش نیست در مجموع تاکنون حدود 5 57 هزار پیام با استفاده از هشتگ ژان میشل ترونیو منتشر شده. همسر رئیس جمهوری فرانسه پیش از این بارها به دلیل اختلاف سن زیادش با امانوئل ماکرون مورد تمسخر قرار گرفته بود. امانوئل ماکرون سال 2007 در سن سی سالگی با همسرش که در آن زمان 54 سال داشت ازدواج کرد. پخش خبر جلی علیه همسر رئیس جمهوری فرانسه در حالی صورت میگیرد که کمتر از چهار ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور باقی مانده. درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید.